متاسفانه با توجه به تهاجمی تر شدن ویروس، موتاسیون هایی که توش رخ داده باعث شده که تعداد بیمارانی که نیاز به تخت آی سی یو داشته باشن بیشتر بشه. متاسفانه مرگ و میر بیمارانی که در آی سی یو بستری میشن هم به مراتب متاسفانه بیشتر شده. تخت های بیمارستانی محدود، نیروی انسانی زبده‌ای که بتونه بیماران رو خدمات درمانی و بهداشتی بده محدود. همین محدودیت ها ممکنه باعث افزایش مرگ و میرها بشه. بیماری کرونا بیماری ناشناخته است و پیر و جوان نمیشناسه، تمام رده های سنی رو درگیر میکنه. ما داشتیم بیمارایی که با سن کم، خیلی هم جوان بودن، بیماری زمینه ای نداشتن، به طور ناگهانی متاسفانه فوت شدن. بیماران مسنمون هم که بیماری زمینه ای داشتن خیلی مبتلا شدن. یک نفر هم از خانواده که مبتلا بشه بقیه هم مبتلا میکنه. خواهشن رعایت کنید، کادر درمان خسته و فرسوده شده. جا داره در این شرایط سخت مسئولین وزارت بهداشت و درمان همچنان که پرکار و پرتلاش در حال کوشش هستند و با توجه به قولهایی که در باب پرداخت مطالبات پرستاران عزیزمون داده شده، هر چه سریعتر این قولها انشاءالله عملی بشه و در واقع باعث بالا رفتن انگیزه پرستاران عزیزمون که مجاهدانه و پرتلاش در خط مقدم مبارزه با این ویروس هستن، انشاءالله انگیزه شون بالا بره. از کلیه خیرین محترم عرصه سلامت تقاضا داریم در این شرایط سخت و با توجه به کمبودها و مشکلات زیرساختی که مجموعه بیمارستان‌های استان و از جمله بیمارستان سینا با اون درگیر هستند، به کمک بهداشت و درمان بیان و بتونن در این شرایط سخت باری از دوش مجموعه بهداشت و درمان بردارن. متاسفانه مدتی است که کارانه ما قطع شده، در صورتی که ما پا به پای به قول معروف کمک بهیاران رسمی و قراردادی در حال خدمت رسانی به بیماران کرونایی هستیم. از مسئولان محترم دانشگاه علوم پزشکی اهواز تقاضا دارم که کارانه این پرسنل زحمتکش رو به قول معروف جاری بکنن. من یکی از کارمندای بانک صادرات و خدمتگزار ملت هستیم، ازشون تقاضا دارم تو این مریضی، تو این بحران دست به دست هم بدن، کمک کنن با استفاده از ماسک، توصیه های پزشکی، پزشکای واقعا زحمت کش، واقعا دلسوز نظرم زحمت های اینا هدره. الان من اینجا هستم، 10 روز جلوترش گیر بودم، 20 روز الان آی سی یو هم، دکتر گفته 1 ماه بعد از اینکه انشاءالله خروج دادی باید تو خونه استراحت کنی. خب من با یه حقوق تامین اجتماعی چطوری بتونم اینو انجام بدم؟